موضوع این نمایشگاه باغ در آثار نقاشان مدرن. یکی از مهمترین و اصلی‌ترین نقاشان این نمایشگاه مونه است. مونه بهترین تصویرگر باغ‌ها بوده. اما مونه در این کار تنها نبوده و هنرمندان امپرسیونیست و پست امپرسیونیست دیگه‌ای مثل ونسان ون گوگ هم بودن که به تصویرگری باغ‌ها پرداختند. در این نمایشگاه آثاری از ماتیس و واسیلی کاندینسکی هم هست. شاید دور از ذهن باشه که این هنرمندان تجربه‌گر و نوگرا به باغبانی علاقمند باشن، اما حقیقت داره و حتی میشه گفت در بسیاری زمینه‌ها آثار هنریشون از باغ‌هاشون الهام گرفته و بین نقاشی‌ها و باغچه‌هاشون ارتباط تنگاتنگی هست. در قرن 19 میلادی گونه های مختلف گل و گیاه از آسیا، آفریقا و آمریکا به اروپا وارد می شود. اون سالها عصر شکوفایی علم هم بود و تجربه گرایی در همه زمینه ها معمول بود. این تجربه گرایی به عرصه باغبانی هم رسیده بود و باغبان ها شروع کرده بودند به پیوند زدن گونه های مختلف گل و گیاه و به این وسیله گل های پیوندی تولید کرده بودند که بزرگتر و پررنگتر و چشمگیرتر از گونه های اصلی بودند. هنرمندها هم بخشی از این جریان بودند. مونه تو خونش گل خونه داشت. نقاش های دیگه هم همینطور. اونها در باغ‌هاشون گیاهان پیوندی تولید می‌کردند. به تدریج یک جور فرهنگ باغبانی و پرورش گل به وجود اومد که الهام بخش نقاشی مدرن شد. در اون زمان کم کم مردم عادی میتونستن کارهایی بکنن که پیش از اون محدود به طبقه اشراف بود. هنرمندان هم از این موقعیت استفاده کردن و به باغبونی پرداختن. مثلا مونه میگفت که نقاش شدنم رو مدیون گلها هستم. در اون دوران باغ‌های عمومی هم زیاد شدن. به عنوان مثال بسیاری از باغ‌های سلطنتی تبدیل به باغ‌های عمومی شدن. اگر به نوشته‌های اون دوران فرانسه که دوران بعد از جنگ بود نگاه کنیم، می‌بینیم که باور عمومی بر این بوده که باغبانی به عنوان یک تفریح شخصی می‌تونه باعث ترمیم و استحکام فرهنگ و جامعه بعد از جنگ بشه. از طرف دیگه باغ‌ها به عنوان فضاهای خوب و سالمی برای بچه‌ها و خانواده شناخته می‌شدن. برای همین میشه گفت در اون دوران یک جور جریان اجتماعی پشت همگی شدن باغبونی تفننی بوده. یکی از تحولات بزرگ قرن 19 علاقه هنرمندان به تصویرگری زندگی مدرن. اونها میخواستن در فضاهای باز بیرون نقاشی کنند. میخواستن نقاشی هاشون رو جور تازه‌ای و در محلی پر از نور آفتاب بکشن، جایی که بتونن جزئیات و ظرایف شورانگیز رنگ ها و نور رو بازسازی کنند. باغ ها فضاهای ایده‌آلی برای این کار بودند. مونه باغبونی رو در جوانی شروع کرد. وقتی 11 سالش بود مادرش رو از دست داد. در نتیجه جوان غمگینی بود. او گفته باغبانی و علاقه به گلها باعث شده تا درک نقاشی پیدا کنه. اثر زن در باغ که مونه در سال 1867 کشیده یکی از شاهکارهای این نمایشگاه. مونه در این نقاشی باغ عمش رو که بعد از مرگ مادرش سرپرستی او رو به عهده داشته نقاشی کرده. در ضمن این باغ باغیه که مونه توش باغبونی رو شروع کرده. اما این نقاشی علاوه بر جنبه شخصی از نظر سبک هم اهمیت داره. این نقاشی اثریه که در زمان خودش بنیان سبک‌های قدیمی رو به چالش کشیده و سبک جدیدی خلق کرده. عده‌ای به مونه ایراد گرفته بودند که نقاشی بلد نیست و نمیتونه خیلی چیزها رو بکشه. اما در واقع او یک استاد بود و میتونه سریع و قوی و بی‌عیب و نقص نقاشی کنه.
So Claude Monet began renting a house in Giverny. در سال 1883 کلود مونه در ژیورنی، شهری کوچک در 50 مایلی پاریس، خونه اجاره کرد. بعد از 7 سال پولی قرض کرد، خونه رو خرید و قبل از هر چیز باغچه جلوی خونه رو سر سامون و گسترش داد. گل‌های کاش که پشت سر هم در ماه‌ها و فصل‌های مختلف سال می‌شکفتند و چشم‌انداز بی‌نظیری خلق می‌کردند. چند سال بعد مونه زمین کنار خونه‌اش رو هم خرید و یک باغ آبی ساخت. باغی که شهرت زیادی به دست آورد و طراحیش تا حد زیادی از نقاشی‌های ژاپنی الهام گرفته بود. در این باغ‌ها بود که مونه دست به پیوند گل و گیاه می‌زد و گل‌های جدید پرورش می‌داد. در این نمایشگاه اطلاعات زیادی در مورد پرورش گیاهان جدید هم هست، از جمله نیلوفر آبی که برای خیلی‌ها با نام مونه پیوند خورده. مونه علاوه بر پرورش گل‌های پیوندی، خودش با پرورش دهندگان دیگه هم همکاری می‌کرد تا نیلوفرهای آبی رنگارنگ‌تری رو پرورش بدن. این یکی از سرگرمی‌های مونه بود. اول پرورششون می‌داد، بعد نقاشیشون می‌کرد. باغ‌های مونه فقط جلوه‌های ظاهری نداشتند، بلکه زیست محیط‌های طبیعی بودند. باغ‌های منحصر به فرد او فضاهای مدرن و شخصی بودند که در سراسر دنیا مورد توجه و تحسین قرار گرفتند. شهرت باغ‌های او تا حدی بود که سیاستمداران، شاعران و نویسندگان از همه جای دنیا برای دیدنش می‌آمدند و درباره باغ‌هاش در نشریات کشاورزی مطالبی نوشته می‌شد. مونه در طول سالهای مختلف نقاشی‌هایی را از پل‌های ژاپنی کشیده. یک دوره از این نقاشی‌ها مربوط به اواخر دهه 1890 میلادیه. در سال 1918 دوباره به این سوژه می‌پردازد، اما این بار با قلمی روان‌تر، مطمئن‌تر و محکم‌تر. به نظر من مقایسه پل‌های مونه در دو دوره مختلف واقعاً جالب. شاید بشه گفت تابلوی سلطی نیلوفرهای آبی عصاره کارهای خلاقانه سراسر زندگیشه. این اثر سه تابلوی که مونه در سال 1915 شروع به کشیدنش کرده. مونه پیش از اون بعد از مرگ همسر دوم و یکی از پسرهاش چند سال نقاشی رو کنار گذاشته بود، اما در سال 1914 بالاخره تصمیم گرفت پروژه‌ای رو شروع کنه که حدود 20 سال رویاشو در سر پرورونده بود. او می‌خواست فضای ایجاد کنه که در اون افراد با نقاشی احاطه بشن، انگار که در میان یک باغ ایستادن. بنابراین همزمان با آغاز جنگ جهانی اول، مونه شروع به کشیدن نقاشی‌هایی کرد که تابلو سلطی نیلوفرهای آبی یکی از اونها بود. مونه در این اثر آسمون رو در آب متجلی می‌کنه. توجهش به آب و تأثیر و بازتاب نور در آب. شاید خیلی ها ندونن که مونه چقدر سخت کار میکرد. او ساعت 4 صبح از خواب بیدار میشد و به تماشای دریاچه و تفاوت تأثیر نور در اون مینشست و این کار رو در ساعتهای مختلف روز تکرار میکرد. به نظر من استفاده مونه از رنگهای تند و نگاه عمیقش به محیط اطراف کم نظیره. مونه ابتدا می‌خواست این اثر رو در یک ساختمان گت که قرار بود موزه رودن پاریس ساخته بشه به نمایش بگذاره، اما در سال‌های بعد از جنگ فرانسه بودجه لازم برای ساخت این نمایشگاه رو نداشت.
بنابراین تابع سلطی نیلوفرهای آبی تا دهه 50 تحت مراقبت خانواده مونه در استودیه اون باقی مون. در دهه 1950 سرانجام هر کدوم از این سه تابلو توسط سه موزه جداگانه در آمریکا خریداری شد. یکی از کارهای مهم این نمایشگاه اینه که این سه تابلو رو دوباره در کنار هم قرار داده. این اولین باریه که این سه تابلو در اروپا در کنار هم به نمایش در میان. هنرمندان قرن 19 و اوایل قرن 20 میلادی به دلایل مختلف جذب باغ‌ها می‌شدند. بعضیا خودشون باغبانی می‌کردند و گروه دیگه‌ای باغ‌ها رو فضاهای ایده‌آلی برای آموختن و تجربه کردن با رنگ می‌دونستند. به نظر من جالب‌ترین دستاورد این نمایشگاه اینه که تونسته برخوردهای مختلف هنرمندان با باغ رو به نمایش بگذاره. اونها از جنبه‌های مختلفی به باغ توجه کردن و این توجه الهام بخش تجربه‌هایی بوده که شکل‌ها و سبک‌ها و مزامین جدیدی در هنر نقاشی به وجود آورده. و برای همینه که باغ‌ها در تاریخ هنر مدرن تا این حد اهمیت دارند.